بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز و گرامی، با جلسه 22 مدیریت دیتابیس یک خوش آمدیم. مسئولین عزیز، امروز در این جلسه هدف ما ایجاد جدول توسط کیوری یا تی اس کیو ال است. ما چطور میتونیم که توسط کیوری ها جدول ها را ایجاد بکنیم؟ قسمی که شما میبینین در اینجا یک کیوری نوشته شده و ما به این شکل میتونیم که یک دیتابیس وخشن تیبل ایجاد بکنیم. مثلا عزیز، در واقع ایجاد تیبل ها بسیار به شکل ساده توسط SSMS و گرافیکی انجام شد و اونا رو ما خواندیم. حالا میخوایم که به شکل کیوری چطور میتونیم که کیوری نوشته بکنیم و همچنان چطور میتونیم که جدول ها را با استفاده از SQL بسازیم. همین کار را با شکل عملی ما میریم در SSMS کار میکنیم. در اینجا ما قبلا گفتیم که تیبل بسیار ساده به شکل گرافیکی ساخته میشه. ما میرفتیم به دیتابیس، با دیتابیس مورد نظر مثلا تست انتخاب میکردیم و بعد از اون در تیبل میرفتیم نیو و به این شکل ما میساختیم. بسیار ساده، اما میخواییم که حالا در واقع به شکل کیوری انجام بدیم. ای کاران نیو کیوری میگیریم، نیو کیوری، و در اینجا دیتابیس مورد نظر استفاده میکنیم. میگیم که یوز تست اینجا انتخاب میکنیم، تست انتخاب میشه و حالا میخوایم که کریت بکنیم. به خاطر کریت کردن تیبل نوشته میکنیم که کریت تیبل و حالا نام تیبل هم میخوایم که مشخص بکنیم به شکلی که اینجا هست. ما میتونیم مشخص بکنیم اگر میخوایم که ریلیت بتیم تیبل خود به یک اسکیما، ما میتونیم که اسکیما را در نظر بگیریم. به طور مثال در اینجا ببینیم که ما اسکیما داریم، اسکیمای هیومن است. اینجا ببینیم که هیومن ریسورس، ما میتونیم که اسکیما را مشخص بکنیم. اینجا نوشته میکنیم که هیومن ریسورس خب هیومن ریسورس، بعد از اون دات میتیم. در اینجا مشخص میکنیم که تیبل ما نامش چی باشه و بسیار به سادگی مثلا امپلای نوشته میکنیم، امپلای و به این شکل ساخته شد. در اینجا ببینید که ما نام مشخص کردیم، نام تیبل مشخص کردیم به اساس از اسکیما. آن قوس باز میکنیم و باز اینجا میام قوس بسته میکنیم. حالا در داخل از قوس، در قسمت قوس ما باید کالام های خود مشخص بکنیم. ما در قسمت امپلای در اینجا آدرس است، ما امپلای را مشخص میکنیم، میسازیم بسیار ساده. نوشته میکنیم که employee id و نوعیتش نوشته میکنیم که integer. و اگر به خاطر از اینکه اگر ما بتونیم که identityش هم مشخص بکنیم، به این شکل identityش هم مشخص میکنیم، ای باید not allow باشه، not null باشه، یعنی null نداشته باشه. identity را مشخص میکنیم، باید identity را increment شم یک و یک از یک شروع شود مشخص میکنیم. بعد از او کاما میتیم، بیاییم در بخش دیگه نشان میکنیم first name و این نویتش را ور 4 میگیریم، ور 4، و میگم که 50 کرکتر باشه، یک نام بیشتر از 50 کرکتر نخواد باشه. not null و بعد از اون میریم last name شو مشخص میکنیم، میتونیم last name داشته باشه، last name، نام first name، last name، و اینم ور 4 میگیریم، ور 4، و نوعیت کرکتر ها رو مشخص میکنیم، اینم میگم not null مشخص میشه. و همچنان یک کالم دیگر هم ایجاد میکنیم، آدرس شما مشخص میکنیم، امپلای نشان میکنیم که امپلای آدرس، به این شکل اگر مشخص بکنیم بهتر است. امپلای
آدرس و اینم ورچار میگیریم ورچار و این قسمت میتونیم که آدرس میشه زیاد باشه 75 بگیریم و آدرس میتونه که بعضی اوقات میشه که نل هم قبول بکنه میشه بعضیش آدرس نشه نل میگیریم و همچنان اگه این نل نگرفتیم باز میتونیم که کانتکت نمبرشون رو نل بگیریم میایم در این قسمت باز در این قسمت میایم کانتکت نمبر یا فون نمبر هم مشخص میکنیم فون نمبر خب فون نمبر که مشخص کردیم و اینم ورچوال میگیریم ورچوال میتونیم که شما دیتا تایپ دیگر هم که نظر اینجا فون نمبر باشین انتجر بیک انتجر مثلا یا انتجر بیک انتجر اگر مشخص بکنیم اگر نمیکنیم انتجر مشخص میکنیم و اینجا میگیم که نل باشه بعضی کس میتونه که چی داشته باشه فون نمبر نداشته باشه در اینجا ببینیم که ما به این شکل مشخص کردیم و این کار انجام دادیم آل قوس بند است قوس بسته شده بسیار ساده میتونیم بسازیم خب وقتی که این کار کردیم کلش سلیک میکنیم اگزیکیوت میشه اینجا ببینیم که این به شکل سکسفول موافقانه انجام شد حالا یک دفعه رفرش میکنیم بالای تیبل اینجا تیبل ها رفرش و در این قسمت ببینیم که آل تیبل ها به نام امپلای باوجود آمد در قسمت اینجا ما میتونیم دیزاین بریم در قسمت دیزاین ببینیم که اما امپلای هست فرست نیم هست لست نیم هست امپلای آدرس هست فون نمبر هست و مشخصات ما اونجا ذکر کردیم و همچنان انتیتیش هم فعال کردیم در اینجا ببینیم در مشخصاتش در قسمت ایدنتیتی اینجا ببینیم که از ایدنتیتی یس هست و اینجا ما امو قیمت مشخص کردیم و ما شما فعال شده و به این شکل ما ساختیم و همچنان این کار که انجام دادیم اگر بخوایم که ادیت بکنیم اینجا ادیت یعنی اگر بخوایم دیتا را انزرت بکنیم اینجا چون انکریمنت هست فرست نیم بطل مثال میگیم که اسد لست نیم میشم احمدی مثلا احمدی و آدرسش هم کابل و فون نمبرش مثلا 0780 و 12-35 میایم در کالم دیگه مثلا نوشته میکنم که علی جان و این تخلص میکنه مثلا اسدی تخلص میکنه این پروان است پروان و شماره تماسش مثلا 70-80 به این شکل شماره تماسش هست ببینید که به این شکل ما تانستیم که وقتی بخواییم که به این شکل دیتا را داری درج کردیم اگر بخواییم که یک تیبل به اساس اسکریپ نوشته بکنیم به اساس اسکریپ بتانیم که یک تیبل ایجاد بکنیم مثلا ساده ما میتونیم که کار انجام بدیم در این قسمت میریم نیو تیبل تیبلز و در اینجا ببخشیم در این قسمت ما میتونیم که تیبل و اینجا موضوع دیگه اسکریپت تیبل در قسمت کریت تیبل نیو کیوری این ویندو یاد میکنیم ببینید که نیو کیوری را جنریت میکنه مثلا نزد در اینجا ببینید که کیوری جنریت شد شما این ناشا میتونید پاک بکنید این قسمت ها را میتونید پاک بکنید و همچنین این ها میتونید که پاک بکنید و این هم پاک شان مشکل نداره این قسمت جنرال کیوری است که کیوری عمومی است که به خاطر ساختن تیبل ها استفاده میشه در اینجا ببینیم که ما این کیوری را اسکریپ کردیم یا همین تیبل کریت تیبل هیومن ریسورس اسکیمایش است و اینجا هم امپلایی است و در این قسمت ببینیم که امپلای آیدی فرست نیم لست نیم امپلای آدرس فون نمبر و همچنان تمام مشخصاتش ذکر شده ببینید که امینا شما اگر تغییرات بتین میتونید که در یک به این شکل ما کپی میکنم در نیو کیوری میتونیم پس در اینجا یک کپی بگیریم میتونیم که نامش تغییر بتیم به طور مثال ما میخوایم که نامی از این در عین اسکیمای هیومن ریسورس ما میخوایم که یک تیبل دیگر را به اساس اسکریپتی که گرفتیم ایجاد بکنم
به طور مثال نامی از این فرق بکنه، نامی از این باشه به طور سلز، نامی از این یا یکی کاستومر باشه، کاستومر. خب کاستومر را ایجاد میکنیم، حالا مشخصات چه اینجا میتونیم که درج بکنیم. به طور مثال کاستومر آی دی و در اینجا انتیجر مشخص میشه، بعد از او نات نل یعنی نل قبول نکنه، آیدنتیتیش هم میتونیم مشخص بکنیم، آیدنتیتی را مشخص میکنیم، آیدنتیتی را میگیم که استارتش یک، انکریمنترش هم یک باشه، بعد از او کاستومر نیم خب میتونیم که نوعیت چه ورچوال بگیریم، نوعیت دیتا تایپ شه مثلا میگم که افتاد باشه، نات نل باشه، نل اجازه نده و همچنان کاستومر آدرس هم مشخص میکنیم، این هم میتونه که ورچار باشه نویتش، ورچار. خب میشه پینجا باشه آدرس هزی، این هم نات نل. در اینجا کاستومر فون نمبرش هم مشخص میکنیم، کاستومر فون و در اینجا انتجر باشه، به خاطر از اینکه اینم میگیم که نل باشه، نل است. در این قسمت این مشخص شد، اینجا میگیم که نل باشه و ببینید که مشخصا درد شد. اگر بخوایم که در واقع بخوایم که یک کار دیگری که انجام بتیم است که بعضا قد ما میخوایم که امو کی هم داشته باشه، پرایمری کی داشته باشه، میتونیم که پرایمری کی را مشخص بکنیم. به طور مثال اینجا ببینیم که ما در قسمت پرایمری کی ببینیم که چطور اضافه میشه پرایمری کی. در قسمت پرایمری کی اینجا ببینیم که پرایمری کی میتونیم که پرایمری کی را کانستانت اد بکنیم، اد کانستانت میتونیم که اد بکنیم، بسیار ساده میشه که پرایمری کی را ایجاد بکنیم. اما تا حال در قسمت هم میشه که استفاده شود و در اینجا ببینیم که مثلا عزیز اگر بخوایم که اد بکنیم کانستانت بسیار به شکل ساده میتونیم که اد بکنیم. در قسمت قسمتی آخر اگر مشاهده بکنیم چطور میتونیم که پرایمری کی را اد بکنیم. مثلا خب پرایمری کی بالا آدرس به طور مثال کانستانت پرایمری کی و اینجا بالا چی هست؟ بالای کاستومر آیدی، کاستومر آیدی مشخص میکنیم و اینجا ببینیم که مشخص شد. حالا ما میتونیم که در واقع اینا کرید بکنیم. اگر این کار اگر نمیخوایم که کی داشته باشه به این شکل ما میتونیم که کرید بکنیم، اکزیکیوت بگین، اینجا کرید میشه. وقتی کرید شد بالای تیبل برین یک دفعه رفرش بکنین، وقتی که رفرش بکنیم در اینجا کاستومر آمد و در قسمت کاستومر شما میتونیم که پس مشاهده بکنیم. در قسمت دیزاین اینجا ببینیم که هم کاستومر آیدی هست، کاستومر نیم هست، کاستومر آدرس هست، کاستومر فون هست و همچنان ببینیم که مربوط چی هست، اسکیماش هیومن ریسورس هست. ما قبلا به این شکل ایجاد کرده بودم که هیومن ریسورس هست، اینجا ببینیم که ما هیومن ریسورس گرفته بودیم. چی گرفته بودیم؟ اسکیماش هیومن ریسورس هست و در اینجا میتونیم پروپرتیش مشخص هم ببینیم. به طور مثال کاستومر فون
در واقع نلش الاونس اجازه داده شده و دیگرانش اجازه داده نشده. اگر ما بخوایم که دیتا را در انزرت بکنیم، باز ببینیم که اگر ما در قسمت نل اگر دیتا انزرت نکنم، اینجایی که اجازه داده شد به ما شما یک ایرر یا یک پیام اخطاریه را به ما شما میتم. در این قسمت ببینیم ادیت میکنیم، به طور مثال من کاسمر نیم ناشته میکنم که اسد و در اینجا آدرس را ناشته میکنم که کابل و در این قسمت هم نل میمونم که مشکلی نداره. اما در این قسمت ما اگر میخوایم که اینجا ناشته بکنم که اسد، اینجا ناشته میکنم که به طور مثال خار و در اینجا نل میمونم. حالا اینجا ببینید که در قسمت کالام دوم اینجا میگه که اینجا انزرت ولیو نل، اینجا نل اجازه داده نمیشه به خاطر از اینکه باید خالی نباشه، چون ما اونجا اجازه ندادیم که نل باشه. یعنی میتونیم که اینجا اجازه نل ندادیم، میتونیم که باید قیمت داشته باشه یا اینکه نام داشته باشه، به خاطر اینجا با ما پیام اخطاریه میه، ما میتونیم در این قسمت نشته بکنیم، مثلا علی جان ناشته میکنیم، ولی مشکل نداره، این قبول میشه. مثلا عزیز درس شما تا اینجا بود و این شیوه ساختن جدول ها توسط تی اسکویل که ما چطور بتونیم که از طریق تی اسکویل کیوری ها تیبل ها را ایجاد بکنیم. خدا حافظ و ناصرتان، روزتان خوش، بخیر باشید.